شبه نظامیان جدایی طلب باسک موسوم به اتا روز شنبه به شکل رسمی آغاز خلع سلاح خود را اعلام کردند. به گفته منابع آگاه در 8 انبار اسلحه که این گروه به مقامات فرانسه معرفی کرده، دست کم 130 قبضه سلاح گرم، 3 تن مواد منفجره و هزاران چاشنی وجود دارد. دبیر کمیسیون تحقیق بین المللی در این زمینه گفت کمیسیون ما اطمینان دارد که این گام تاریخی با پشتیبانی تمامی فعالان مربوط به تثبیت صلح و همزیستی در جامعه باسک کمک خواهد کرد. فرایند رسمی این اقدام در شهر فرانسوی بایون صورت گرفت. این در حالی است که مقامات اسپانیا تاکید کردند این خلع سلاح هیچ امتیازی برای این گروه در بر نخواهد داشت. سخنگوی دولت اسپانیا در این باره گفت آنها باید خلع سلاح و منحل شوند. کاری که باید بکنند این است. آنها هیچ امتیازی از دولت اسپانیا که از حمایت تمامی دموکرات ها برخوردار است دریافت نخواهند کرد. گروه اتا که در نتیجه خشم اهالی باسک زیر سلطه حکومت ژنرال فرانکو در اسپانیا شکل گرفت، پس از 4 دهه مبارزه و کشتن بیش از 850 تن، سرانجام در سال 2011 اعلام آتش بس کرده بود.